بکنین بیش از شاید یک هزار دفعه ما از این مسیر تیر شده باشیم، ولی اولین دفعه است که در این زیارت ما میاییم. سلام علیک، باش که ما باید بالا به ما بالا به در اونجا اون نوشته را دارین تصویر شد؟ بیا پیش بیا. در اونجا نوشته است زیارت بلندتکیای مردان ولی قلعه مراد بیگ. اونجا یکان چیز نوشته است، خب من تا یک ذره چشمای ما ضعیفی میکنه که ما او را بخوانم. اجازه است با کامرا بیم؟ کاکا خوب هستی؟ بشی بشی بشی. السلام علیکم، خوش آمدی بابا. خوش باش. خوب هستی؟ جان اگه جور بخیر هستی. بخیر هستی. خیرت ان شاء الله. تلویزیون اوریون هستی؟ بله بله. خودش از غلط نکردی. میبینم تا. میبینم. بشی دای پالی. این ما دای وسط میشینم. سلام علیکم. خوش آمدی برادر. ما این دای بینتون میشینم ای دخه. اهره میجا میشینم. خیلی داد. خوش آمدی. بخیر آمدی. خدا کمت نکنه. ما نمیفهم که مجاور زیارت خودت هستی. اشتباه ما نکردی. با خاطر که چهره که تا دیده بودم دیگون مصاحبه ها زنده باشه با قربان غلط نکردین کاکایم خودت اما تو چکری اومدی مام چکری اومدی ما زمین منطقه هستم خب از این منطقه خلای ما که دورتر هستم یا قرافونتر هستیم قریه ما به نام قریه قلویداشت است این قریه قلمرد بیگ است بشک بشک کل یک قلا زیاد است کلش قلا دیگه خب سابق بود قلا بود قلای زمان خان و قلای دشت و قلای کجا قلا بود باز بسانه یه ذره تغییر داد بسانه که بازار شد و شاد یک مدر شد یک ذره مدر روز پیش رفت یک ذره به مدر روز شد تغییر کرد شارک ها شد یک ذره پیش بشید که اینی پایات یک رقم دم چشم ها را گرفته که سم سعی ببینیم چیره مقبول تا خدا کمت نکنم نامت با عرض سلام احترام و سلام خود را برای بینندگان عزیز خود برای تلویزیون آریانا و شما تقدیم می دارم. خدا کمت نکنه. قربانتان خوش آمده صفا آورده و زیارت بلندتکیه مردان ولی. خدا کمت نکنه. چند سال از مجاوری زیارت هستی؟ اسم ما فرید الله ملنگ هستم دمیجا یک تقریبا یک 8 سال 7 سال میشه که میجا ما مجاور هست. 8 سال 7 سال؟ آه. خیلی وقت شد. خیلی وقت دمی دور جمهوریت دیگه بعد از کرزای دمی دوری اشرف غنی باز اینجا دیگه ملنگا بود و رفتن باز ما آمدیم به خدمت باز به خود تسلیم کردن خدا. خب شب روز هستی اینجا شب اینجا خانه از این منطقه دیگه باشه و خانه میرم خب باز روز در زیارت باز اینجا خدمت میکنیم دمی مرد خدا ولی خدا مسجد از مردم نماز میخونه برادر نمیجا و از حضور به خاطر از این بیا با ما از این زیارت بگو که والله ما 1000 دفعه از اینجا تیر شدیم اما نمیفهم کم زیارت کمالش چیز ای زیارت به نام آنشا اصلا ابو هاشم خان فرزند ابو مالک خان است خب به نام تکیگاه مردان ولی که میگن اینجا سابق مردان ولی خدا بود تکیگاهش بود این تپه بازی تپه را اون از اونجا زده زده دولت دکتر نجیب در زمان عروس میخواستن که مبارک در سرک بزنن با زورشان نرسید بلدوزرهایشان میده شد امو وقت در امو زمان ها بعد از او سرک گلایی دادن اون طرف خانه های مردم و زمین های مردم را زدن سرک گلایی دادن دیگه چون که دوست خدا در وقت انگلیس امکان داره به شهادت رسیده باشه 300 و چند سال از شجره از این گذشته 300 سال شده از این زیارت 300 هم بالا شده امکانش هست که 300 هم بالا شده باشه دیگه این مبارک آخو یک کرامات دارن پیش خداوند که یک دیگه نفر نبوده دیگه چندین مرد ولی بوده دیگه مردای ولی بوده که باز کلش یک جای میجه دفن یک جای گفته دیگه مردان ولی که گفته به مو خاطر که یعنی یک تانه زیاد است تک یکای مردان ولی خدا بوده باز ایجا که همین موترا که تایپش بلند باشه که تیر شوه باز یا پنچر میشه یا یک تکر میکنه یک حادثه میکنه خب بخاطر که این مبارک از تایپ بدبور هستن خو یعنی از امی ساز سرود یا ساز سرود بیخی بدبور است بدبور است کسی که مثلا تایم از طرف همی سمت شمال دمی 13 ولایت رفت آمد میکنه در قلعه مراد بیت که رسید باید تایپ شک تایپ خود خاموش کنه خاموش باز پس که از اون طرف آمد همی رسید گل کنه در غیر از او اینه یک گپ برش میشه دیگه برش میشه یکی دویم دیگه جنیات طبقات همی جنیات کسی که جن داره باز میای همیجا دیگه دوستایش هست که بستش مونه اولش یکی چمیال و نفتی در قرار خواست او را این
در 6 بجه صبح کیره گرفت تا بالوان اینال الهیش میته میره پشت کارش با دوگاهش هستن اینجا که با از پستش میگرن ایره بسته میکنن بعد از او باز یاره رخصت میکنن میره او خیلی خیلی واقعیت داره دیگه کسی که اگه جن داشته باشه هست هست واقعیت هست اونو قسمت هست نه؟ مرقد مبارک هم اونجاست مرقد اونجاست خودت اینجا میشینی بله او بیادرم و کتش گب زده میتونی؟ شاید بیدارش کنیم کتش گب دین اگر تو کتما گب بزنه خوشتان کنیم تو این از کوته سنگی از کمپانی می خواه کوته سنگی از کمپانی می امو بخاطر که از رد جندیست باز می ایجا ده دقیقه که استراحت شد راحت میشه می خیزه می رفت خب هر وقت ده دقیقه می اینجا آرام میشه باز می چهارشنبه دیگه چهارشنبه می خب به زیارت هم روزای چهارشنبه می روزای چهارشنبه سیاسرا زیاد می روزای جمعه می که مردم این طرف با چکر می رم امکان نداره که اینجا برک نکنه یک رات یک دفعه یک دعا می کنه یک اترام باد از او تا می شه یعنی که هر کس به هر نیت که می آیا مربوط به خود شخص میشه هر کس که در زیارت میره به هر نیت و خلوص که مربوط به خود شخص میشه که چه رقم نیت داره و چه رقم دلش از دیگه که هر نیت میکنه هر کاری که داره اینه که مهمش همیست که کسی که جنیات داشته باشه ایجا بیا از جانش دور میشه به میشه یادترش همیست هست یادتر همیگه پس که جنیات داشته باشه میا ایجا دیگه جنیات هست و بسته میکنن از پستش جنیات هست بعد از او ایره رخصت میکنن این خو خیگه پا خوب هست که آدم تو مشکل داشته باشه بیا بله در این طول 14 سال 15 سال 20 سال که مردم اینجا می آیا بسیار زیادش همون تو راحت شده رفت داری بخیر باشی خودت چی خاطره داری در 8 سال که ایجه کدام کس را آورده باشن مریض بوده باشه و پس از سجور برده باشن از این قبل گپا بوده نبوده خاطره زیاد هست از این خاطره یکیش که زیاد دامت تو زیاد همین دیروز هم یک سیاسر آورده بود که بسیار وضعیتش خراب بود یک دو برادر ما هست از فرزه است که بیخی همی فامیلش دمی مرض آغشته است از وشتو که خوردش گرفته تا کلانش تو باز میان اینجا نمک دمکرگیز ده او طاقه که از امون نمک سه چونگی میخورن امشالله و توکل الله باز دیگه جندا حاضر میشن ایره از پوستش جندایش بسته میکنن باز یار رخصت میشن بسم الله الله اکبر تک و پدره میره مریض میه جور میره با توکل خدا در بغل خود میارنش مرده وار اونجا که مفته پس جور میشه میخیزه که جای نماز کجاست من نماز بخونم یعنی می آدم غیر کت ما جنگ میکنم غیر از اون نمک بتش جور میشه بابا چک زر نمک میتونه تو این غیر کت ما جنگ میکنه کل خرابی میشه یک سه از اون نمک در دان خود اصابش آرام آرام میشه بشک خیلی ببینی این از شر جنگ ها ایام اینه فایده کردم در امروزی جامعه آمدم از ایام خلاص میشم خدا کمت نکنم بسیار خوش شدم از دیدنت از شما هم خوش شدم هم خبرت گرفتم بهم یک جهان ازتان ممنون سپاس که شما آمدین به این کلبه ملنگی و فقیری خبر ما را گرفتین تشکر از شما زنده باشه بسیار زیاد تشکر در جویان گپای ما تصویرا را دیدین دیگه تشکر از شما بخیر باشی امر خدمت هدایت باشه برای ما مردم چی امر خدمت باشه چاش میمون ما باشه خوش میشیم از برنامه‌تون خوشحال هستیم خداوند موفق داشته باشه سر بلند باشی